سفر ما باشید. سفر این بار برنامه همسفر به یکی از شهرهای صنعتی ایرانه. میریم به دیدن جاذبه های گردشگری و باز هم از تاریخ این سرزمین براتون میگیم. از بادگیر و برج های کبوترخانه همراه شما صنایع دستی این دیار رو تماشا میکنید. هنر رنگرزی و بافندگی پارچه های رنگی چشم نواز، گره زدن تار و پود و نقش ترنج، از کارآفرینی و صنعت تا کار و تلاش مردان ایرانی، تولید ملی و دیدن عظمت صنعت. افتخار آفرینی برای بالا بردن پرچم سرافراز کشورمون ایران. در کنار صنعت از گردشگری کشاورزی براتون میگیم. سرسبزی و برداشت محصول، شما همسفر ما هستید در استان اصفهان، شهرستان مبارکه. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه‌های دیدن کشورمون آشنا میشیم. ما در استان اصفهان، شهرستان مبارکه هستیم و موضوع برنامه امروز ما در رابطه با گردشگری کشاورزی هست و قرار آشنا بشیم با اینکه ظرفیت کشاورزی این منطقه به چه شکلیه و چه محصولاتی کاشت داشت و برداشت میشه. برای همین هم جناب بابایی همراه ما هستن، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه، تا از ظرفیت ها برامون بگن. شما بینندگان هم سفر بفرمایید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی بینندگان محترم برنامه همسفر. شهرستان مبارکه با بیش از 52 محصول که درش کشت میشه، یکی از شهرستان‌های بسیار با قابلیت بالا در استان اصفهان هست. اینجا از گندم و جو گرفته تا محصولات باقی مثل گیلاس، هلو، شلیل، به و گیاهان دارویی مثل زیره، مثل گلگاو زبان، گیاهان بذری مثل ریحان بذری، محصولات گلخانه‌ای که شهرستان مبارکه یکی از قابلیت‌ها و توانمندی‌هاش این هستش که رتبه دوم رو در کشت محصولات گلخانه‌ای در استان اصفهان داره. بسیار عالی، خیلی خوبه اینکه به هر حال ما توی منطقه هستیم که ظرفیت‌های مختلف و این در واقع ظرفیت‌هایی که شما گفتین ما معمولاً تو اکثر نقاط کشورمون می‌بینیم. هم گلخانه‌ها رشد کردن، هم وضعیت در واقع میشه گفت کشت محصولات زراعی. شما از فصل بهار تا زمستان برامون بگین وضعیت کشت و داشت برداشت محصول به چه شکلی؟ از بهار چه محصولات اینجا کاشت میشه یا برداشت میشه؟ حتی اینجا در فصل بهار خب ما کشت بهاره گندم و جو رو داریم، کشت بهاره محصول بسیار بسیار مقاوم به خشکی. حالا با توجه به اینکه شهرستان مبارکه در حاشیه رودخانه زاینده رود قرار گرفته و متاسفانه در این چند ساله اخیر با خشکی‌های بسیار زیادی ما متحمل شدیم، بحث تغییر الگوی کشت رو در شهرستان پیاده کردیم و کشت گلرنگ رو به عنوان یکی از کشت‌های جایگزین داریم. کشت علوفه رو در علوفه‌های کم آببر در شهرستان رو در فصل بهار تا زمستان داریم. همچنین سیب زمینی و پیاز، سبزیجات بسیار متنوع هست کشت‌ها. حالا من بخوام برنج هم کاشته میشه در حاشیه. برنج به خاطر وضعیت کم آبی که وجود داره و ممنوعیت‌هایی که وجود داره بسیار بسیار سطحش پایین اومده و اگر جایی هم کشت میشه به وسیله چاه‌های شخصی هستش و خیر دیگه چشمگیر نداریم. سلط کار اشتباه چاه‌های شخصی، حفر چاه‌های عمیق حالا بدون مجوز به خصوص بسیار خطرناکه و با تو این بحران آبی که هستیم بهتره اون شهرهایی که در حاشیه رودخانه ها بودن و برنج رو میکاشتن ها بهتره که حالا تغییر رویه بدن و محصولاتی که کم آبتر رو در واقع کاشت داشته باشن.
الان جایی که هستیم خیلی جالبه، یعنی دقیقاً الان میوه هایی که پشت سر من هست و در کنار من هست میوه های گرمسیریه. من این نوع میوه ها رو بیشتر در استان سیستان و بلوچستان به خصوص بخش زرآباد دیده بودم، ولی الان دارم اینجا میبینم که دقیقاً کنار موز هست و همینطور درختان گرمسیری. مگه اینجا هوا گرمه؟ خیر، خب شرایط گلخانه شرایطی هستش که شما میتونید با مدیریتی که به وجود میارید شرایط همون شرایط آب و هوای گرمسیری رو درش به وجود بیارید. توی این مجموعه هم مجموعه کاریز هست که ما درش قرار گرفتیم. تمام این درختانی که شما مشاهده میکنید از مناطق گرمسیر آورده شدن، با آب و هوای اون مناطق این گلخونه ها تطبیق داده شدن و اینجا رشد کردن و بسیار هم عالی هست. بسیار عالی، خیلی هم خوبه. بعد این توضیح بدم که انشالله ما در ادامه سعی میکنیم مجموعه رو بهتون معرفی بکنیم، چرا که ظرفیت های بسیار خوبی داره و از نظر کشاورزی کلی حرف برای گفتن داره. یکی از مباحث کشاورزی بحث دامپروری و دامداری هستش. تو این مجموعه چه ظرفیت هایی دارین شما؟ در شهرستان مبارک ما وضعیت دامداریمون، دام سنگین و دامداری های صنعتیمون بیش از 20,000 رأس دام صنعتی داریم و عرضم به حضورتون که حدود 38 واحد فعال مرغداری داریم، پرورش مرغ، و بیش از 60,000 رأس دام سبک و پرواری. در این خصوص هم شهرستان مبارکه واقعا حرف برای گفتن تو کل استان اصفهان داره. هم دامداری یا دامپروری رو شما دارین، بحث کشاورزی رو دارین، توی شیلات هم که شهرستان مبارک عرض کردم ابتدای عرایزم بسیار بسیار در بخش کشاورزی متنوع هست. بله، بخش شیلات هم ما پرورش ماهیان سردابی و گرمابی رو داریم، بحث پرورش ماهیان زینتی رو داریم و عمده فعالیت ما توی شهرستان مبارکه تولید بچه ماهی سردابی و گرمابی و صادر کردن اون به بقیه شهرستان‌های اطراف هست. خیلی ممنون از توضیحاتتون. خب موضوع رو عرض کردم خدمتتون و قرار انشالله در بخشی کوتاه در اصل بپردازیم به این مجموعه مهم کشاورزی و ظرفیت‌های اون رو با همدیگه مرور بکنیم. یکی از موضوعات گردشگری که خیلی میتونه مهم باشه و شما علاوه بر اینکه میتونید گردشگری تاریخی، مذهبی، صنایع دستی و آنچه که مرتبط به گردشگری است رو داشته باشین، گردشگری کشاورزی رو هم تجربه بکنین و از محصولات اون شهرستان در موقع برداشتش انشالله به عنوان سوغات ببرین و میل کنین و حسابی کیف کنین. همراهی ما رو از دست ندین، همسفر ما باشین و در خدمت شما هستیم تا معرفی کنیم ظرفیت‌های خوب شهرستان مبارک را.
همونطور که در بخش قبلی اشاره کردیم، شهرستان مبارکه در زمینه کشاورزی کلی حرف برای گفتن داره. اما جایی که ما در واقع در اون هستیم، وجود میوه های گرمسیری بود که برای من خیلی در واقع شگفت انگیز بود، به خاطر اینکه واقعا دیدن میوه هایی که در سیستان و بلوچستان و جنوب کشور قبلا دیده بودم، اونم در مرکز ایران، اونم در استان اصفهان، خیلی جالبه. دقیقا الان جایی که هستیم گلخانه میوه های گرمسیریه. جناب آقای عطایی از عزیزانی هستن که کارآفرینی میکنن در زمینه گردشگری کشاورزی، مزرعه ای رو در واقع پرورش دادن که هر آنچه که نیاز هست به گردشگری رو شما میتونید در اینجا ببینید. ما سعی میکنیم تو بخش بعدی به اون جاذبه هایی که توی در واقع این مزرعهشون ایجاد کردن حتما اشاره بکنیم. جایی که الان هستیم میوه های گرمسیری. این شما بینندگان همسفر بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر. بله، خدمت دوستان عزیز عرض بکنم که مجموعه که الان هستیم یک گلخانه درخت های گرمسیری و استوایی هست که نزدیک به 486 متر طول داره. عرض این گلخانه 22 متره. بالای 500 رقم درختان مرکبات و درخت‌های گرمسیری و استوایی کش شده. رقمایی که اینجا کش شده بعضن از استان‌های جنوبی ما مثل سیستان و بلوچستان، شهرستان سراوان یا چابهار اومده، مثل موز، درخت‌های میوه‌ای مثل گواوا، سیتاپول، بلپتر و درختانی که واقعاً شرایط نگهداریشون غیر از فضای موجودی که در جنوب ما هست قابل نگهداری نیستن. اینجا به خاطر اینکه گلخانه یه محیطی هست که می‌تونیم دما و رطوبت و نور رو مدیریت بکنیم، بعضاً تونستیم به لطف خداوند متعال مجموعه آماده بکنیم که این درخت ها از فضای بیرونشون در شهرستان خودشون خیلی بهتر و سرزنده تر باشن. درست. الان من میبینم درختاتون کاملاً میوه دارن، یعنی موضوع دقیقاً داریم میبینیم به درخت ها. اینا چند سال به بار نشستن؟ از همون ابتدایی که کاشتین بار نشستن یا اینکه اصلا چند سال این گلخونه رو ایجاد کردین؟ بله، خدمت شما عرض بکنم که این مجموعه از سال 1397 بناش نهاده شده. درخت هایی که فرمودید هنوز الان میوه دارن توی گلخانه به خاطر همون بحث کنترل دما و رطوبت هستش. اینجا یه فضایی برای درخت ها آماده میشه که بعضن دو مرتبه میتونن به گلدهی برسن و بعضی از درخت های موجود ما حتی چهار مرتبه. یعنی چهار مرتبه میوه میدن؟ بله، مثلا درخت لیموترش سنگی یا خارکی که در شهرستان جهرم ما یا کارزین استان فارس هست، یک مرتبه در طول سال میوه میده، ولی در گلخانه ما اگر توجه داشته باشید هم قنچه درخت رو میبینید، هم چاقالش رو میبینید و هم میوهی که قابل چیدن هست. این حسن درخت های گرمسیریه که در گلخانه میتونیم ما نگهداری بکنیم و من به نظرم میاد که انشالله با توجه به بحث گردشگری که انشالله میخواد اینجا اتفاق بیفته، ما میتونیم از مهمان ها به صورت کامل پذیرایی بکنیم از میوه های مختلفی که در مجموعمون هست. بسیار عالی. این میوه که دست من چیه؟ این گواوا هستش که گرمترین میوه تقریبا میشه بگی دنیاست. هر هستش هم میگن به اندازه یه قرص آهن. بسیار بوی خوبی داره. قطعا هم گفتم که اینو میوه رو شما تنها میتونید توی استان سیستان و بلوچستان. بله بله. بیابین. بله. اینم یه نمونه لیمو ترش. لیمو ترش چهار فصله. بله. بله. فوق‌العاده بوی خوبی داره. یعنی چرا اینقدر میوه هاتون خوشبو هستن و در واقع میشه گفتش خیلی شکل و شمایل خوبی دارن؟ علتش چیه؟ بله. از مواد شیمیایی خاص استفاده میکنین؟ کود خاص استفاده میکنین؟ خدمت شما عرض بکنم که نه، در مجموعه گلخانه با توجه به اینکه ما میتونیم رطوبت و دما رو خوب کنترل بکنیم و این در فضای باز امکان پذیر نیست. ما الان بعضی وقتا احتمال داره که ما تابستونای خیلی گرمی داشته باشیم که در شهرستانه که اینا زادگاهشون هست، اون گرما باعث میشه که اینا یا دیگه توی گل نرن یا رشد میوه متوقف بشه. کیفیتش میاد پایین. ولی با توجه به اینکه توی گلخانه ما میتونیم اینو مدیریت بکنیم، هم باعث میشه که شکل میوه خیلی بهتر بشه، هم میزان میوه و برداشت ما بالاتر میره و عملا ما هیچ وقت در این گلخانه نیستیم که یه موقعی مثلا درختمون فاقد میوه باشه و میوه نداشته باشه. از هیچ نوع کود شیمیایی هم، ببخشید این حتما باید بگم، ما استفاده نمی کنیم در گلخانه های درخت های گرمسیریمون و عمدتا کودهای حیوانی هستن، اونم برای ورز دادن خود. کاملا ارگانیک. بله بله. بعد شما این محصولات به فروش میرسونی؟ این محصولات الان به بحث تجاری هنوز نرسیده، برای بحث گردشگری و مهمان هست، ولی انشالله به صورت اقتصادی تصمیم داریم که بعضی از گلخانه هایی که در طرح توسعه آیندهمون به لطف خداوند
میخوایم انجام بدیم، در هر گلخونه ما بتونیم یک درخت گرمسیری بکاریم، چون بحث تجاری بودن هر گلخونه منوط بر اینه که شما بتونید یک رقم درخت رو بتونید کاش بکنید. درسته، یه درخت یعنی یه دونه درخت نه، یعنی یه گلخونه مخصوص، یه گلخونه که مخصوص مثلا گواوا باشه، مخصوص لیموترش باشه. درسته، به این شکل. بعد توضیح هم باز بدم، آقای عطایی کاملا با هزینه شخصی خودشون این مجموعه رو ایجاد کردن و به قول معروف از کارآفرینانی هستن که خودشون روی پای خودشون ایستادن و کاملا اینجا رو در واقع خودشون ایجاد کردن و این معرفی هم نکردن. تو برنامه همسفر برای اولین باره که در مورد این مجموعه صحبت میشه و کلا اصلا هیچ جا صحبتی از این مجموعه نبوده و من خودم خیلی غافلگیر شدم چرا همچین مجموعه ای و ذخایر به این خوبی داریم ولی در موردش حرفی نیست. خیلی جالب نیست که کسی ندونه شما این همه زحمت کشیدین و فضای به این خوبی رو ایجاد کردین. سلام خدمت بینندگان برنامه همسفر، مهناز مربجی هستم، کارشناس ارشد کشاورزی. در این مجموعه علاوه بر گیاهان گرمسیری که ما آوردیم کشت کردیم، سیفیجات، انواع سیفیجات کشت میشه، اما از گوجه، بادمجان، فلفل و خیار که با توجه به فصل کشت ما هر نوع محصولی رو میتونیم در شرایط گلخانه کشت کنیم. تا حالا به برداشت محصول هم رسیدین تو مجموعتون؟ بله، برداشت انجام شده. این بوته حدوداً 3 ماه هست، اوایل برداشته و داره روند رشد رو طی میکنه تا انشاءالله به باردهی برسه. بله، معمولاً محصولاتی که برداشت میکنین در طول سال هست یا فصل خاصی از سال رو؟ ما در فصل معینی از سال نشا رو وارد زمین میکنیم، طی 90 روز الی 120 روز بسته به نوع محصول وارد بار میشه و باردهی محصولات مختلف متفاوته. مثلا خیار بعد از 40 روز به بار میشینه و ما میتونیم 3 تا 6 ماه بار مقرون به صرفه رو برداشت کنیم. گوجه 90 تا 120 روز به بار میشینه و میتونیم تا 9 ماه بار داشته باشیم. بادمجونم 90 تا 120 روز به بار میشینه و ما میتونیم تقریبا تا 1 سال بار داشته باشیم. اما مدت زمانی که ما میتونیم بار مقرون به صرفه داشته باشیم بستگی به شرایط گلخونه، شرایط محیطی و شرایط بازار داره. وضعیت آبدهی به در واقع شرایط آبرسانی به گلهای گلخانه‌ای به چه شکلی هست؟ نیاز آبی بوتهای مختلف، محصولات مختلف متفاوته. نیاز آبی گوجه فرنگی، بادمجان، خیار، فلفل و حتی ما گیاهان گرمسیمون نیاز آبی متفاوتی داره. بسته به نوع بوته، نوع خاک، فصل کشت و آب و هوا نیاز آبی متفاوته و آبیاری به صورت قطره ای انجام میشه که آب در استخرهای ذخیره میشه و از اونجا توسط لوله های آبیاری به سالن ها هدایت میشه.
یکی از ویژگی‌های جاهای تاریخی یا محله‌هایی که به هر حال قدیمی هستن وجود معماری قوی و غنی اون منطقه هست که قلعه ها شامل اون معماری میشن. شهرستان مبارکه رو میتونیم شهر قلعه ها یا شهرستان قلعه ها نام ببریم. بیش از 20 قلعه در این شهرستان هست که خیلی از اون قلعه ها حتی میشه گفتش که سالم هستن و بعضی از اونها دارن مرمت میشن و امیدواریم همشون مرمت بشن و ما این قلعه های قدیمی داشته باشیم. جایی که الان هستیم هم یک قلعه قدیمی بوده که ویرانه شده و بعد از اون آقای عطایی اون اومده بهسازی کرده، بازسازی کرده، مرمت کرده به شکل و شمایل همون قدیمش و الان هم شده بومگردی. درست آقا؟ بله بله. این قلعه چه مدت از زمان عمرش میگذره؟ مربوط به چه دوره‌ای بوده اصلا؟ این قلعه حدوداً 100 سال از بناش میگذره. ساختمان‌های خیلی قدیمی داشته که ساختمان اربابیشون بوده. یه سری ساختمان‌ها داشته مال بهشون میگفتن اچره‌ای یا نوکری‌هاشون. یه قسمتی برای نگهداری دامشون بوده، یه قسمتی برای نگهداری علوفه بوده که کلاً این قلعه اسکلتش باقی مونده بود. ما بازم به لطف خداوند و همکاری دوستان عزیز تونستیم بازسازی کنیم و اتاق‌هاشو مرمت کنیم و یه مجموعه درست بکنیم که برای بحث اقامت شبانه بتونیم ازش استفاده کنیم. خالی از لطف نیست که اشاره کنم به این موضوعی که ما در این مجموعه یک دفعه تغییر اقلیم رو میتونیم احساس بکنیم. ما با فاصله 200 متری از مجموعه‌ای که رطوبت فراوون داره و درخت‌های گرمسیری و استوایی بود که خدمتتون عرض کردیم قبلا، اومدیم به این مجموعه‌ای که عملاً نیاز به خشکی و دمای بالا داره که درخت‌های انار میتونه گویای اون موضوع باشه. درسته، انار اصلا جزء درختانی هستش که تو مناطق تقریباً گرم و خشک هست جورایی و مناطق کاشان، بادرود و توسن اصفهان ناین جایی هستن که ما درخت انار رو می‌بینیم. حتی تو خطه لرستان هم خب ما درخت انار رو داشتیم و انار ساوه هم که معروفه، انار شهرزا یعنی مجموعاً درخته که توی قسمت مرکز به سمت تقریبا شمال تا حدودی این درخت‌ها رو می‌تونیم داشته باشیم. شما دقیقاً اومدین این شاخصه رو توی حیات این خونه یا این قلعه ایجاد کردین. اصلا ویژگی قلعه‌ها اینه که ما داخلش حوض داریم، درخت داریم، باغچه داریم و درخت‌های مثمر هستن، درخت‌های میوه‌ده. توی خونه‌های قدیمی این رو زیادش مثل درخت انجیر و انار. من اینجا حوض نمی‌بینم، چرا استخر نداره اینجا؟ نه اصلا کلا نداشته. این قلعه از ابتدا حوض نداشت، یعنی ما اون چیزایی که موجود بود رو حفظ کردیم. دوستم نداشتیم که چیزی بهش اضافه بکنیم که از اون حالت اصلیش در بیاد و عملاً با حفظ بنای موجود ما مسیرمون رو ادامه دادیم برای بحث گردشگریمون. سقف اتاق‌های شما سقف ضربیه دیگه، درسته؟ بله، سقف تاقی و ضربی به شما. آره، از این تیر آهنی و اینا که نیست. نه نه، خشته. خشته، بله، آره. خشته. و شما اونا رو خراب نکردید؟ اصلا نه. توی قلعه نهچیر متاسفانه دیدیم که در واقع سقف اون قلعه رو کاملا با تیر آهن داشتن می‌پوشوندن که کار اشتباهی بود، ولی اینجا دقیقاً پایه‌ها و ستون‌های خیلی بزرگی هم دارن. بله، بعضن تا 1 متر و نیم تا 2 متر هستن. درسته، و این نشون میده اصلا این معماری کلی حرف برای گفتن داره. چرا از کاهگل استفاده کردین برای رنگ نماهاتون یا اصلا برای ملت این نماها؟ بله، چون دیواره اینجا کلاً گری بود و به خاطر بارندگی‌های شدیدی که حالا بعضن توی تابستون یا بهار می‌شد شسته شده بود گلش و یه کوچولو اذیتشون کرده بود، ما صلاح دیدیم که با همون بحث گل دیوارا رو بازسازی کنیم و با کاهگل نمایی بدیم بهشون. عملا کاهگل یه رنگ و بویی از قدیم ایران عزیزمون رو میده، از زندگی‌هایی که دوست قدیمی‌های ما انجام میدادن، اجداد ما انجام میدادن. اصلا بوی خیلی خوبی داره وقتی بارون میاد. بله دقیقا. اصلا بوی کاهگل یه بوی بسیار خاص و خوبیه و این صحبت هم میگم که دیوارهای قدیمی رو دیواره کاهگلی و دیواره گبری هم بهش میگفتن یا دیواره در واقع چینه که به صورت در واقع گلی روی هم گذاشته میشده. یکی از گزینه‌هایی که در واقع در مورد این نوع دیوارها میشه گفت مرمت خود دیوار توسط در واقع بارانه. وقتی باران میباره ترک‌هایی که روی دیوار ایجاد شده همین گل‌ها شسته میشه، لای ترک‌ها میره و اون ترک رو کاملا پر میکنه و مرمت میکنه خودشو. آیا تا ما دقیقا کجای استان اصفهان هستیم؟ ما کجای شهرستان مبارکه؟ ما در جنوب غرب شهرستان مبارکه هستیم، در اصل مرز مشترک اصفهان با چهارمان، استان چهارمان بختیاری و میشه بگه که یکی از مناطق بسیار سرد شهرستان مبارکه. بله، و نزدیک به زرین شهر هم شما هستید. بله، بله. ما عملا بین دو تا شهرستان لنجان که مرکزش زرین شهره و شهرستان خود مبارکه قرار گرفتیم که
اسم منطقتون چیه؟ حسن‌آباد؟ حسن‌آباد تنگ بیدکان. تنگ بیدکان، بله. ما صنایع دسته اینجا رو هم معرفی کردیم، خیلی جالب بود. یعنی بعد الان شما پذیرش دارین؟ یعنی کسی بخواد بیاد؟ والا الان با توجه به اینکه هنوز مجموعه تکمیل نشده، نه دوستان تصمیم نداشتن برای بحث پذیرش، ولی انشالله به امید خدا تو ماهای آینده برای بحث همون توریسم کشاورزی، برای بحث بازدید مردم از کل مزرعه جهان کشت کاری یا همون مزرعه سلطان‌آباد انشاءالله در خدمت مهمانان عزیز هست. خیلی ممنون، تشکر از شما و من تشکر ویژه دارم به خاطر اینکه شما اومدین آداب و رسوم و فرهنگ و این گردشگری رو زنده نگه داشتین و خودتون شخصا به خواسته خودتون اومدین این حرکت رو زده. خیلی خوبه، یعنی حرکت بسیار جالبیه. من تشکر میکنم از شما. از شما بینندگان برنامه همسفر هم دعوت میکنیم همچنان همراه ما ایرانگردی کنین و جاذبه های دیدنی و تاریخی و گردشگری ایران رو از قاب تلویزیون تماشا کنین. امیدواریم که دوران سلامت هر چه زودتر فرا برسه، باز هم ما بتونیم در کنار هم و در کنار خانواده‌مون بریم به گردش و جاذبه های دیدنی کشورمون رو ببینیم. اما تا اون موقع حتما باید مراقب سلامتیمون باشیم. ما رو در فضای مجازی همسفر.tv پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونین ما رو مطلع کنین. تا موضوعی دیگه، برنامه‌ای دیگه، همه شما از آن رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.